سلام، روز خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه پنجم خرداد ماه ایرانی برابر با 26 ماه مه سال 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب، خبرها و نظرها که البته بیشتر نظرها هست، چرا که باید اشاره کنم که برنامه امشب من ساعتی زودتر از همه جمعه شبها در استودیو ضبط شد و بدین روی شاید برخی از عناصر خبری که در ساعت گذشته یعنی ساعت قبل از پخش به گوش شما رسیده در برنامه امشب نباشد. اما یکی دو تا خبر خیلی دارای اهمیت ویژه بوده که مایل بودم به اون اشاره کنم. مشخصا تعطیلی مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در لندن خب بار معنایی خاص خود رو داره و نشان تازه‌ای از مشارکت شهروندان ایرانی و فشار افکار عمومی ایرانیان مقیم خارج از ایران نسبت به تعطیلی و همینطور کرد و کار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، نهادهای تبلیغی و سایر نهادها که این پیام همافزایانه ایرانیان مقیم خارج از کشور نهایتاً به گوش مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز کشورهای غربی رسیده. دو هفته پس از اینکه کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیه‌ای از جایگزینی نماینده خامنه ای در مرکز اسلامی انگلستان خبر داد، الان شما میبینید پوستر نصب شده رو روی ورودی مرکز اسلامی که حکایتگر تعطیلی این مؤسسه هستش. حتی من میبینم روی این پوستر به 3 زبان عربی، فارسی و انگلیسی نوشته شده. به دلیل شرایط خاص تمامی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این مرکز از جمله دعاهای هفتگی و نماز جماعت تا اطلاع بعدی برگزار نخواهد شد. خب عملا یعنی تعطیلی این مرکز. و جالب اینجا بود که از همه طیف ها هم برای آموزشی یعنی از ملل شیعه غیر ایرانی هم استفاده می شد، زبان انگلیسی هم بود. همونی هستش که می بینیم دعای سلام فرمانده تا سر از دیوارهای سر به فلک کشیده مراکز اسلامی در تگزاس سر در می آورد. اینجا هم چنین مراکزی بوده. در هر روی خود مقامات جمهوری اسلامی به طور رسمی ندیدم اظهار نظری کرده باشند. تعطیلی این مرکز که به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در ارتباط بود از جمله خواسته های همیشگی بخشی از جامعه ایرانی خارج از کشور و به ویژه خواست معترضانی بود که در جریانات خیزش های سراسری اخیر در مقابل مرکز تجمع کرده بودند. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که مرکز اسلامی انگلستان از سال گذشته به دلیل نگرانی درباره عملکرد آن و همینطور محتوای وبسایت و رویدادهایی که ساماندهی می‌کرد تحت بازرسی کمیسیون خیریه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرده بود که تحقیقات درباره مرکز به دلیل نگرانی جدی درباره نحوه اداره آن آغاز شده است. با این حال تایمز لندن رو می دیدم که قبلا گزارش کرده بود که مرکز اسلامی انگلستان از دولت بریتانیا حتی بیش از 100 هزار پوند کمک مالی دریافت کرده است. ساندی تایمز هم گزارش داده بود که روحانیونی که این مرکز رو اداره می کردند دیدگاه های توهین‌آمیزی دارند و در موعظه هایشان مرگ بر انگلستان می گویند. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که این مرکز اسلامی که مروج و ارائه دهنده تفکرات حکومت اسلامی تهران و قم در سرزمین های مغربی است، یک سال پس از استقرار دولت محمد خاتمی، یعنی اگر محمد خاتمی سال 76 اومد، این مرکز در سال 77 که مقارن بود با قتل های زنجیری در لندن افتتاح و ایجاد شد. جالب نکته قابل توجه دیگر آن که این دفتر در سال 77 با نفوذ مستقیم دفتر آقای خامنه ای افتتاح شد. هاشم موسوی هم آخرین فردی بود که خامنه ای به عنوان متولی مرکز معرفی کرده بود. موسوی به دنبال کشته شدن سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، یک عزاداری مفصل در این مرکز به راه انداخته بود و سلیمانی رو شهید کبیر خان. در هر روی در پی موج اعتراضات افکار عمومی ایران نسبت به اعدام‌های بیشمار و از سوی دیگر وجود دفاتر ترویج خشونت مذهبی در
قلب کشورهای مغربی، تعطیلی این مرکز گامی به سمت پیروزی جامعه ایرانی و کنشگران ایرانی برون مرز در شناساندن چهره‌های واقعی نهادهای پیدا و پنهان جمهوری اسلامی در کشورهای مغربی است. خب، مطلب دیگری رو در رابطه با اعدام سه جانباخته اصفهان آقای مهدی نصیری منتشر کرده بود که مایل بودم اون رو کوتاه با شما مرور کنم، که مطالبی بسیار تند انتقادی بوده نسبت به اعدام ها به هنگام اذان بامدادی و مهدی نصیری، همان رئیس سابق مؤسسه کیهان که به هر روی نماینده خود خامنه ای در این مؤسسه بوده، و این میزان رویارویی کردن و انتقاد کردن به ارکان قدرت طبیعتاً تبعات خاص خود رو خواهد داشت، اما این هم مدلی از شجاعتی است که در بین بخشی از نیروهایی که ریزش کردن از بدنه حاکمیت هر روز بیش از پیش پدیدار می شود. آری، اعدام به وقت اذان صبح عنوان مطلبی بود که آقای مهدی نصیری نوشته بود و اشاره کرد که قرار بود حکومت دینی و ولایت فقیه برای ایرانیان دین و دنیای آباد بیاورد، اما آنچه پس از 44 سال در صدر سیاهه دستاوردهای آن قرار دارد فقر و فلاکت و استبداد و خشونت و سرکوب و اعدام است. گزارشی رو که انتخاب کردم مربوط به روز اعدام این سه جوان هستش که آقای نصیری در همان روز گویا نوشته بود که بعدها منتشر شد، که البته خب حدودا برای دو سه روز پیش دیگه. مهدی نصیری در ادامه این یادداشت نوشت تند خود نوشت: امروز بعد از اذان صبح و قبل از طلوع آفتاب سه جوان و سه انسان دیگر بدون محاکمه در دادگاه علنی و عادلانه و بدون آنکه ابعاد پرونده و اتهام و ادله اثبات جرم و وکیل پرونده معلوم باشد به دار آویخته شدند و ملتی را غرق در اندوه و غم و خشم کرد. مهدی نصیری به بخشی از پیام صوتی و فایل صوتی مجید کاظمی، یکی از اعدام شدگان، اشاره کرده بود که تنها یکی دو روز قبل از اعدام فایل صوتیش منتشر شده بود، گفته بود به ما شکنجه های آنچنانی کردند، حتی شکنجه هایی که به زبان بیان کردنش سخته. به اون اشاره کرد و نوشت که تنها چند روز پیش فایل صوتی از یکی از این سه جوان که با عجز و لابه اعلام می کرد همه اعترافات موجود در پرونده رو در زیر بدترین شکنجه ها کرده، تقاضا می کرد کسی به داد او برسد و او رو از مرگ نجات دهد، که دل سنگ را آب می کرد، اما گویا در حکومت ولایت مطلقه فقیه گوشی برای شنیدن نیافت و بدون درنگ امروز به همراه دو تن دیگر اعدام شد. ایشان با زیر سوال بردن زمان اعدام جوانان وطن که به هنگام اذان صبح و قبل از طلوع آفتاب هستش، اون رو ریشه در برخی از مبانی فقهی دانست و با لسانی بسیار تند گلایه می کرد و نوشته بود که چه کسی گمان می کرد با استقرار نظامی به نام دین و تشیع در ایران بدترین جفاها به مردم شود و مردمی که در درازای تاریخشان با اغلبیت قاطع موحد و خداپرست بوده اند سالها در مخمسه ای با این مدل حکمرانی دینی و فقهی قرار بگیرند و فوج فوج از دین خارج شوند. در هر روی مطلبش خیلی طولانی هستش، به قطعهای زنجیری اشاره کرد، به هواپیمایی سقوط کرده ی اوکراین اشاره کرد، گفت مثلا چطور اینها با اون میزان جنایت و اعدام کشتار بیرویه پروندهشون به فرجام نرسید، در حالی که سه جوانی که آخرالامر هم مشخص نشد که آیا واقعا اینها بودند عاملان قتل اون سه نیروی انتظامی یا خیر، با این سرعت اعدام می شوند. و آقای نصیری نتیجه می گرفت که همه اینها در راستای سیاست النصر و بروب هست. ادامه میدم خبرها و نظرها رو. مطلبی بود که من اتفاقا برنامه دیشب خواستم اشاره کنم، حالا امشب به اون اشاره میکنم خیلی کوتاه، که هشدار آقای زلنسکی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی بوده که در حوزه سیاست گفت مبادا در سوی تاریک تاریخ قرار بگیرید، بعد از حمایت‌های همه جانبه‌ای که جمهوری اسلامی با روسیه هم پیوستار و هم پیوند شده و سلاح میفرستد. زلنسکی برای چندمین بار است که این گلایه رو مطرح کرده. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدئویی
از همه مردم ایران خواست تا برای قرار نگرفتن در سمت تاریک تاریخ بر تصمیم جمهوری اسلامی برای ارسال پهپاد به روسیه تأثیر بگذارند و همدست ترور و ارعاب روسیه نشوند. رئیس جمهور اوکراین از ایران خواست تا در مورد ارسال پهپادهای مرگبار به روسیه تجدید نظر کند و در سمت تاریک تاریخ نایستد. ایشان در سخنانی عنوان کرد که پهپادهای شاهد که در ایران تولید می شوند نقش عمده ای در حملات روسیه به شهرها و زیرساختهای غیر نظامی اوکراین ایفا کرده اند. هرچند به گفته ایشان پدافند هوایی کیف در سرنگونی این پهپادها مهارت یافته، به طوری که 900 فروند از اونها رو سرنگون کردند. زلنسکی در این پیام ویدئویی همچنین گفت که امروز میخواهم مستقیما از مردم ایران درخواست کنم، از تک تکشان، از جامعه، از علمای ایرانی، از هر خانواده ایرانی، از کسانی که میتوانند بر تصمیمات حکومتی در ایران تأثیرگذار باشند، پرسش ساده این است: از همدستی با رژیم تروری روسیه چه منفعتی آیدتان می شود؟ مطلب بلند بالا هست، اما نکته رو که بایستی در این رابطه اشاره کنیم همانا بدنام سازی وجهه ملی میهنی ایرانیان در نقاط مختلف عالم هست. مداخله به این شیوه و ارسال پهپاد به روسیه برای بمباران مراکز غیر نظامی و نظامی اوکراینی ها امری نیست که به راحتی از صفحه تاریک تاریخ پاک شود، و این بدنامی نه صرفاً به نام جمهوری اسلامی، که این بدنامی برای ملت ایران نیز بر جای خواهد ماند. و دعوت آقای زلنسکی از مردم ایران، خب در حالی است که مردم ایران 6 ماه در خیابان آمدند و کشته دادند و فریاد کشیدند، باز رهبری جمهوری اسلامی نه تنها تشفی و تفقد خاطری و از اینها نکرد، بلکه اصرار می کند که حجاب اجباری یک فریضه سیاسی است و اگر کشف حجاب شود نوعی حرام سیاسی صورت گرفته که انتهای مجازات رو اعمال کند. بحث از حجاب شده، بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که متن لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب شد، دوباره برای زنان ایرانی گویی یا مجازات و جریمه های پولی و نقدی در نظر گرفته اند که مبادا پارچه ای به کناری رود و بخشی از بدن بانویی پدیدار شود. آری، رسانه های جمهوری اسلامی متن کامل لایحه عفاف و حجاب رو که دولت رئیسی به مجلس فرستاده بود منتشر کردند. در این متن از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان برهنگی نام برده شده، یعنی عملاً آماده مجازات. البته من تحلیلم رو ارائه خواهم کرد که اصلا غایت این مسیر کجا خواهد رفت. در این لایحه اشاره شده بود که برهنگی بخشی از بدن مشمول حد اکثر جزای نقدی درجه 7 و برهنگی کامل مشمول حد اکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی درجه 6 خواهد بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی حد اکثر جزای نقدی درجه 7 2,000,000 تومان و حد اکثر جزای نقدی درجه 6 24,000,000 تومان در نظر گرفته شده. در این لایحه همچنین در صورت عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از 2 مرتبه جریمه نقدی افراد از بار سوم وسیله نقلی توقیف و بابت هر شبانه روز 1,000,000 تومان جریمه نقدی خواهد شد. اتفاقا اینو خواستم اشاره کنم که حالا من ادامه نمیدم، خیلی کوتاه یک مطلبی رو بگم. بر پایه لایحه جدید دولت، صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه به پلمپ و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند. مهمترین نکته که خیلی کوتاه بخوام در این رابطه مشخص اشاره کنم، این یکی دیگری از نشانه های افول جمهوری اسلامی است، یکی دیگر از شیب و شتاب زوال عمر جمهوری اسلامی است، رویارو شدن با خصوصی ترین حریم حیات شهروندان یک جامعه در یک سوی ماجرا و اعمال مجازات و کسب و کار تازه برای پاسبانان حریم ولایت و
همینطور محتسبان نهاد امر به معروف و نهی از منکر در سوی دیگر که کسب و کار و تجارت و برگه جریمه دادن برای آنها نانی خواهد آورد، خشم جامعه رو در مسیری سوق خواهد داد که قطعا این مسیر نیز ادامه نخواهد یافت، چنانکه دستگاه‌های ویدئو امکانش رو نیافت، چنانکه ماهواره چنین نشد. این موضوع که به غایت با حریم خصوصی زندگی مدنی شهروندان مرتبط است و منجر به بروز و ظهور حجم جدیدی از تهاجم و خشم در دوسوی حکومت و مردم خواهد شد و همه این بسترها و ظرفیت‌ها عامل شتاب بخش زوال نظام نظامیان و فرقه فقیهان خواهد بود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب: بحران اقتصادی و فراگیری فقر در مسیر تندی قرار گرفته تا جایی که برخی از سامانه های روزنامه های تهران نسبت به عدم توان و عدم توانمندی شهروندان در تأمین یک سفره حد اقلی با گزاره چون نان و ماست نوشته بودند که فراگیر شده که امکان تهیه این مقدار از اقلام غذایی رو شهروندان ندارند. آری، روزنامه هم‌میهن در یک گزارش انتقادی از روند تصمیم سازی ها در مورد درصد افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، تصمیم گیران رو متهم کرد که میخواهند جامعه رو به سوی فلاکت نامحدود ببرند. همان تحقق تئوری سرزمین مستضعفان، فقیری فخر آنان خواهد بود، اما فرزندان و نوادگانشون در بلاد مغربی و سواحل آفتابی در حال تنعم و تلذذ هستند. این درد رو صرفاً برای طبقات مختلف جامعه ایرانی داخل میخواهند. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران با اشاره به نرخ دستمزد مصوب توسط شورای عالی کار اشاره کرد که کسی که نشسته و این ماده رو تصویب کرده، فارغ از اینکه به لحاظ اخلاقی باید پاسخگو باشد، نشان داده که حداقل درک رو از زندگی مردم ندارد و میخواهد جامعه رو به سوی فقر و فلاکت نامحدود بکشاند. این روزنامه اضافه کرد یک خانوار 4 نفره اگر فقط و فقط نان، ماست و چای شیرین و قند بخورد و هیچ خرج دیگری از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل و درمان و آموزش نداشته باشد، قادر نیست با این هزینه ها و با این دستمزد حتی ادامه ی حیات دهد. به نوشته ی هم‌میهن، کسانی که برای ضعیفترین قشر جامعه قانون می نویسند، حقوق های خودشان 10 برابر این رقم است، ضمن اینکه از انواع و اقسام امکانات و رانت ها نیز برخوردارند. خب البته از یک نظام اولیگارش خویشاوند سالار مافیا محور پول اندوز و زرندوز انتظاری غیر از این تأمین منافع خود مافیا انتظار دیگری نیست. حالا ماجرا چه بوده؟ خیلی کوتاه اشاره کنم که شورای عالی کار که مجموعی از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، در آخرین روز سال گذشته دستمزد کارگران رو 27% افزایش داد و بر این اساس حداقل دستمزد از 4 میلیون تومان به 5,300,000 تومان رسید. یعنی 2 بار زیر خط فقر. من دیگر بی قدرت تحلیل روی این موضوع رو نخواهم داشت. خبرها و نظرها رو در حوزه سیاست منطقه‌ای و خارجی دنبال می‌کنم. یکی دو تا مطلب رو البته به تناسب زمان، بحث بهبود رابطه جمهوری اسلامی با مصر هم بعد از پادشاهی عربستان وارد احتمالاً معرفی سفیر شده. در این رابطه مشخص، روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی به نقل از مقامات مصری نوشت که ایران و مصر طی چند ماه آینده تبادل سفیر می‌کنن، تحولی که با میانجیگری عمان در شرف وقوع هستش. حالا اسم پادشاهی عمان هم اومده، دیشبم اشاره کردم، پادشاه و سلطان عمان روز یکشنبه به ایران خواهد آمد. البته روز یکشنبه یک روز تاریخی دیگری هم خواهد بود، انتخابات ترکیه هم در همون روز برگزار خواهد شد که البته وقت کنم یک کوتاه به اون نیز اشاره میکنم. حسب گزارش روزنامه نشنال، به نقل از 2 مقام مصری اشاره شد که توافق اصولی برای دیدار میان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به دست آمده. به گفته این مقامات دیدار رؤسای جمهور ایران و مصر احتمالاً تا اواخر سال جاری میلادی انجام می شود. نشنال در ادامه اشاره کرد که این خبر تنها چند روز پس از سفر دو روزه هیثم بن طارق سلطان عمان به مصر منتشر شده، سفری که در جریان آن سلطان عمان و رئیس جمهوری مصر درباره رابطه قاهره تهران گفتگو کرد. در هر روی این تنها نکته نکویی رو هم که جمهوری اسلامی تحت عنوان یک سیاست مودت‌آمیز دارد و کشور عمان این میزان میانجیگری میکند و خبرگزاری رویترز هم نوشته بود که سفر دو روزه سلطان عمان به تهران بسته های تغییر آفرین زیادی رو در حوزه سیاست خارجی منطقه ای خواهد داشت. حالا هر آنچه که هست گفتم، نوعی کرامت اعرابی و نمکشناسی و آیین قدردانی پادشاه، حالا فرهنگ عمانی بوده از اون مساعدتی که پادشاه فقید به هنگام بحران در عمان در آن سالیان در حقش هم صورت داد. وقتی زیادی تا پایان برنامه نمونده، فقط در رابطه با حجاب و عفاف یک نکته مایل بودم اشاره کنم که معاون آقای رئیسی چهره‌های برتر و سلبریتی‌های هنری رو نیز تهدید کرد که اگر در محافل عمومی کشف حجاب کنند برخوردهای دیگری با اینها صورت می‌گیره، یعنی فراتر از این لایحه حجاب و عفاف مجلسی. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد با افرادی که به گفته ایشان مروج بی‌حجابی هستند و با امکانات نظام به مرتبه ای رسیدند، بر اساس لایحه قوه قضاییه به گونه دیگر برخورد خواهد شد. اشاره معاون رئیسی به همین لایحه عفاف و حجاب بود که قوه قضاییه به تازگی آن رو به دولت و دولت نیز ضمن موافقت آن به مجلس ارائه کرد. عملا وقت برنامه من به انتها رسیده. یک تک ویدئویی بود که مایل بودم در آستانه انتخابات ترکیه اون رو هم نشان دهم. یک تصویری منتشر شده که رجب طیب اردوغان در یکی از کمپین‌های به تعبیری انتخاباتی خودش وقتی برای او محافظش به او آب می‌دهد بر آب خیره می‌شود، نمی‌نوشد گویا با تشکیک، اما فرزندشون بلال اردوغان وقتی آب رو می‌دهد ایشون می‌گیرد و می‌آشامد. صحنه‌ای رو که می‌بینید صحنه‌ای است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عملاً از گرفتن لیوان آب از دست محافظ خود یعنی مصطفی مراد امتناع کرده و پس از اینکه پسرش بلال اردوغان لیوان را به او میدهد آب را مینوشد. این هم جهانی از بی‌اعتمادی در سپهر پرستیز سیاست که حتی محافظ تراز اولش را هم امین نینگاشت و رابطه اولیگارشی پدر پسری شد و تنها معتمد آن جمع پسری بود که به هر روی آب را به ایشان داد و ایشان آشامی تا پیروزی صندوق رأیش در شامگاه یک شنبه. تا درودی دوباره، برنامه من امشب عملا به پایان رسیده. تا درودی دوباره و در شامگاه دیگر از محضر یکایک شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. بدرود تا درودی تازه تر.